رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یاسط AM6 Express، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریتی ورتیکال، سیمبل ریت 27500. رادیو تلویزیون میهن. با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی. منم از جزو شنوندگان تلویزیون میهن هستم. دوستی است که راجع به هویت ملی و ایرانی و ایران شهری ما خالی هستیم و به طرف سنت می رویم. این نظر به نظر من درست نیست. من پیرو خیامم که میگه قومی متفکرند اندر ره دین، آخوندا جمعی به گمان فتاده در راه یقین، گمان میکنن که به یقین رسیدن، ناگاه منادی در آیت زکمی که عمر خیام خودش باشه که بی خبران راه نه آن است و نه این، یعنی راه سوم وجود داره برخلاف اون چه که لنین هم با حق بازی بدونه که تصریح کنه از انجیل برداشته، هر که با ما نیست بر ماست، من نه با تو هم نه با مخالف تو، من ضد تو نیستم نفی تو هم. جمهوری اسلامی راه سوم دنیا رو سیاه و سفید دیدن و اهورایی و اهریمنی تلقی کردن کار درستی نیست. هر انسان ایرانی تا جایی که من شمردم اشتباه همین انسان جای ذوالخطا است، همیشه مرجوع میتونه اضافه باشه. حدود 10 تا 12 هویت داره که یکی از آنها هویت ملی است و آسیب پذیرترین این هویت هاست. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم این هویت ها رو من میشمارم. فقط ببینید، ما هویت جنسی داریم، زن و مردی پابرجاست، با اون به وجود میاییم، معمولا هم با اون میمیریم، نمیتونیم عوضش کنیم. هویت تباری داریم و هویت که به اصطلاح بعضی از ایرانی ها که جزو ایلات هستن و یهودیان و پارسیان هند به خصوص، نوعی سیستم کاست وجود داره. سیدها، سادات در ایران، اینا تبار دارن، همه ندارن. نژادی در معنای فنوتیپ کلمه نز ژنوتیپ، انسان یک گونه است، حتی نژاد نیست، سیاه و سفید و زرد و سرخ، بین اینها کسی بره اون هویت رنگ پوست رو نمیشه عوضش کرد اون وقتی. بله، بعد هویت دینیه. جوامع به طور کلی دینی هستند، انسان ها دین باور به وجود میان، بعد آزاد میشن، وارد این عصر علم و فلسفه و تکنیک میشن و حقوق بشر و آزادی و برابری که هیچ دینی بر نمیتابه، زیرا ادیان بشریت رو به زن و مرد، همه مرد سالارن الان ادیان موجود، و بعد مؤمن و غیر مؤمن تقسیم میکنن، غیر مؤمن را هم به کافر عربی قابل کشتن و کافری که جزیه میده، مسیحی و یهودی و زرتشتی ادیان رسمی. هیچ دینی آزادی و برابری که اساس این تمدن مدرنی و حقوق بشر رو بر نمیتابه، مؤمنین رو برتر میبینه. پنجم، هویت طریقتی. بعضی از ایرانی ها صوفی هم هستن، بعد هویت زبان مادری، با شیر اندرون شد و با جان بر رفت.
هر انسانی یک مرکز برای اعتقاد، یا دین باوره یا دین ناباوره، یا ماتریالیسته یا ایدئالیسته یا شکاک، نمیتونه همین باشه همون باشه، چون یه مرکز وجود داره. در حالی که در مغز انسان دو مرکز برای زبان وجود داره، انسان دوئیت احساس نمیکنه که هم زبان مادریشو داشته باشه، هم مثل جورج دومیزیل 93 زبان رو بفهمه و حرف بزنه و 30 زبان رو بخونه و بنویسه، در رکورد گذاشته. بله، هیچ، هر چه زبان بیشتری بدونه اونقدر. و عجیبه این نظام آخوندی برخلاف نظام پهلوی زبان ستیزی هم میکنه، در حالی که در قرآنشون جز و آیات خدا اختلاف الوانکم و السنتکم اومده، اختلاف رنگهای شما و زبانهای شما نشانه خدا، دارن با نشانه های خدا مبارزه میکنن، آخوندن دیگه. بله، هفت، هویت سرزمینیه. هر کس در جایی که متولد شده اون تغییر پذیر نیست براش، منطقه، ده، شهر، هر جایی که متولد شده. هویت شغلیه، همه میخوان اینو بهتر کنن، تغییر بدن، ولی یه هویتی داره. نشانه این هویت ها چیه؟ بهش فحش بدی، بهشون بر میخوره، تعریف بکنی، خوشش میاد. این را من جمع‌بندی کردم. هویت ایدئولوژیک و حزبیه. در ایران الحمدلله حزب دولتی وجود داشت، دوبار زمان رضا شاه، محمد رضا شاه، و بعد به حزب مردم گفتیم رول اقلیت را بازی کند، ایران نوین را تشکیل دادیم. بعدم رستاخیز هست که نمیخواد بیاد پاسپورت بگیره بره، میگم 1000 تومنشو نگیره. هویت طبقاتیه، کارش رو میفروشه، سرویس میده برای بالا رفتن راندمان کار، یا کار رو میخره. یعنی میشه سرمایه دار، میخره، سرویس میده طبقه متوسط جدید، و کارگر و کشاورز مدرن که غیر از دهقان و رعیت سابقه اینا کارشون رو میفروشن. بخشی از سرویس هم در واقع به این خیلی نزدیکه. 11، هویت ملیه، تعلق به جغرافیای خاصی داشتن، ایرانی بودن که جنبه حقوقی داره، همینجور سرهم. ولی به محض اینکه از اون چارچوب خارج شدی، پاسپورت تو پاره کردی، ایرانیت تموم میشه. اون تعلق خاطره که میخوام اونجا بهتر از همه جا باشه، دوستش دارم اونجا، اونجا متولد شدم، بزرگ شدم، خاطراتم اونجاست، پدر و مادرم اونجاست، خود من که اصلمون از فراهان اومده، با عیسای فراهانی، پدر بزرگم در مشهد خوابیده، پدر بزرگ و مادر پدر در امامزاده عبدالله نزدیک ری خوابیدن، اجداد قبلیم هم در تبریزن. بالاخر همه جای ایران سرای من است. جنبه حقوقی داره، یعنی چی؟ یعنی به فرزندانمون به ارث میذاریم. خانم ها ازدواج بکنن، قانون هم بایستی به شوهرشون، و شوهر به زنش این هویت و ملی را میده. ولی آسیب پذیرترینه، گفتم من نمیتونم اون یکی ها را به اون راحتی عوض کنم، ولی اون که دلم میخواد هویت طبقاتیم از کارگر و کشاورز بره به سرویس، از اونم بره به سرمایه دار، اما نمیتونم. اما هویت ملی راحت، ناسیونالیته دیگه هم میگیری، میگه آقای، یک بار آستانه انقلاب یه نفر در پاریس اومد، یه جوان بود، گفت متنفرم که ایرانیم. این حرف نگفتنی بود، ولی خب احساساتی شده بود. و آخرین هویت که این رو من از مونتسکیو گرفتم، آقای کامبیز گوتن اینو لوفنباومر رو ترجمه کردن، اینجا از زبان مونتسکیو نوشته که هویت انسانی رو، اگر فرمان روایم از من،
مشورتی را بخواهد باعث زوال ملت دیگری شود، آن را به فرمان روایم نخواهم گفت، زیرا من نخست انسانم و بر حسب تصادف فرانسوی. مونتسکیو. شاید در دیگر کشورها لیست های جدید، مثلا هویت آخوندی در ایران به صورت یک کاست داره فرم گرفته، که به قول آقای ناصرزاده که اون آخوند بی همه چیز به اصطلاح کشتش و نزاش تعزیه هم براش برگزار بشه، گفته بود مردم تبریز اوضاع اینجور که میره امامه همونو به گردنمون میپیچید، در خیابونا میکشید، گردن من نازوکه، لطفاً از کمرم بندازید. موسوی تبریزی اونو کشت سر همین. بله ممنونم. به هر حال خواستم بگم که این چیز انسان به اصطلاح تعریف را بایستی از ایرانیت هم طوری بکنیم که به قول اهل منطق جامع و مانع باشه. هر تعریفی که جامع و مانع نباشه تعریف نیست. جامع باشه یعنی همه ایرانی ها رو در بر بگیره و مانع اون بشه که غیر ایرانی باش وارد بشه. من بگم زبان فارسی هویت ایرانی نه، ملی ایران نمیشه. افغانستانی هم هست، بحرین هم هست، تاجیکستان هم هست، در آسیای میانه هم اندکی هستن، ولی اونا ایرانی نیستن. ترک هم اینه، همونو ترک آذربایجانی. جمهوری آذربایجان داره که ایرانی نیست. دین را هم نمیشه معیار قرار داد برای تعریف چیه بودن رو، مثلا آخوند میخواد چیز کنه. نه، جامعه باشه، همه ایرانیان موجود کنونی رو برمیگیره در نظر جغرافیای سیاسی، و مانع اونه که کسانی که پاسپورت و هویت ایرانی ندارن و از نظر حقوقی به فرزندانشون اونو برس نمیذارن، اونا ایرانی نمیشن. غیر از اون مقوله های دیگری رو نمیدونم، نژاد و تبار که اصلا نمیدونن یعنی چی اکثریتشون، چون این مقوله ژنتیکی که آقای در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی که مصاحبه کردم با سید جواد طباطبایی که ظاهرا تئوریسین اینه، یکی افرام گفتی فیلسوف، من بهش نوشتم در پاریسن، دوست عزیز آقای دکتر ایشون کدوم فلسفه رو آورده؟ ما بعد از ملا صدرا در ایران فیلسوف نداشتیم. فلسفه شامل چهار رکنه، معدود فلاسفه‌ای در هر چهار مقوله صحبت کردن، مثل افلاطون و ارسطو. یک جهانبینیه، ماتریالیست، ایدالیست یا شکاک. دو منطقه، در این فلاسفه بسیار اندکی نظریه آوردن، منطق ارسطوه، افلاطون حالت اشراقی داره، ارسطو استدلالیه، ارسطوییه، هگل دیالکتیک رو آورده و برتران راسل منطق ریاضی رو آورده، که به جای اینکه مقولات را ما در بگم هست و نیست، این همانی و عدم تناقض و حسب وسطا بررسی کنیم که منطق ارسطو در اینه، یا از ضدش تعریف کنیم، منتهی ضد دیالکتیکیش، در شدن بررسی کنیم نه در بودن به قول هگل، در منطق راسل مقولات را اول در معنی دار و بی معنی مطرح میکنی، اگر معنی دار بود اون وقت درست و غلط مطرح میشه. وقتی آقای طباطبایی میگه که نژاد در شاهنامه غیر از مقوله ژنتیکیست، یعنی بی معنیه. نژاد رو فقط در ژنتیک میتونیم تعریف کنیم، عین اینکه حرکت کرات رو بخوایم در شیمی بررسی کنیم، هیچ جایی راه نمیبره، معنی دار نمیاد، فقط فیزیک مکانیک بررسی میکنه یا کوانتیک، به هر حال در اتم. بنابراین خواستم این مقوله رو گفته باشم که ما، این دومین رکن فلسفه است. سومین رکن فلسفه اخلاق فلسفیه.
که در دنیای اسلام تنها کسی که مفصل در این زمینه کتاب نوشته زکریای رازیه، سیرت الفلسفیه، به فارسی هم ترجمه شد. تمام آثار رازی اون موقع فارسی وجود نداشت، همش به عربیه. خودش هم اهل ریه، ایرانی خالصه و اصحاب هیولاست، ماتریالیست نوعی. و آخریش نظام اجتماعی مطلوبه، مدینه فاضله افلاطون، جامعه معتدل اخلاق نیکوماخوس ارسطو یا سوسیالیسم مارکس. مارکس در اون سه مقوله دیگه ای شرط نداره. ماتریالیسم دیالکتیک رو از هگل گرفته. ماتریالیسم هم خیلی قبل وجود داشت، قبل از اونم فویرباخ وجود داشت. اون در نظام اجتماعی مطلوب حرف میزنه. بنابراین بفهمیم چی میگیم، بی معنی حرف نزنیم. اول معنی دار، وقتی معنی دار شد، مثلا راسل چون ریاضیدان هم هست و فیلسوفه، معدود کسانی هستند افلاطون و لایبنیتس و راسل، ریاضیدان و فیلسوفه، میگه دو تا چهار تا معنی دار و درسته، دو تا پنج تا یا سه تا معنی دار و نادرسته، دو تا استکان بی معنیه. الان من بگم که جلو چشمت میبینی آفتاب از اینجا طلوع میکنه اونجا غروب میکنه، من سخن معنیدار نمیزنم، زیرا من نمیدونم که زمین هم دور خودش میچرخه هم دور خورشید. در چشم من خورشید به دور زمین میچرخه، مثل ما. زمین مرکزی از اینجا به وجود اومده. ممنونم، خواستم این توضیحاتو بدم که در یک بار هم در حرف بیمعنای آقای دکتر سید جواد طباطبایی، همشهری بنده، هم سید ایران شهری آریایی باشه، که دیگه اول آقای طباطبایی رو باید بیرون کنه، از طرف مادر ترک، از طرف پدرم طباطباییه، یعنی از طرف پدر و مادر سید معمولا اونجوری به اون قباقبا میرسه. و هر حال داستانش اونو بررسی میکنم که چجوری ایشون از هگل خواسته امامزاده بسازه و حرفای بیمعنی زده. یعنی هگل شروع کرده به هخامنشی صحبت کردن در حالی که 1820 نوشته هگل اون مطلب رو، استوانه کوروش کبیر نصفش 1879 کشف شده، نصف دیگرش هم در امریکا بوده، 1970 خوانده شد و هم چسبیده شد در بریتیش میوزیم. اصلا هگل خبر نداشت که کوروش کبیر چی میگه. این همین کتیبه بیستون هم زمان محمدشاه و اوائل ناصرالدین شاه چیز شده، راولسون خونده، یعنی 1947 تا 51 هگل 1831 مرده، 30 سال بعد اون خونده شد. اصلا خبر نداشت داریوش کیه. روایاتی رو از قزنفون برداشته، نمیدونم کوروپدی که تخیلات خودش هرودوت برداشته، و یه مقدار هم از به اصطلاح یه نویسنده دیگر یونانی که در دربار هخامنشیان بوده، چیزه اونم مختصری خاطراتش باقی مونده. به هر حال سندی دستش نیست که از هخامنشی هگل در زمینه‌های دیگه سخن بگه، در این زمینه جهل مرکبه، نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه. ممنونم. به هر حال بگذاریم و بریم سر صحبت زنده‌یاد سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات، که غیر از حقیقت در ریاضیات، علوم دقیقه یعنی فیزیک، شیمی، بیولوژی، علوم تجربی و علوم انسانی است. خیلی دقیق.
نتیجه گیری که کرد سه تاشو خوندم، باز میخونم برای اینکه توالی صحبت حفظ بشه. به عبارت دیگر من چنین نتیجه میگیرم که اولا در روایات اسلامی اشاره میرود که قرآن دوره انقلاب به اندازه یک سوم از قرآن دوره دولت یعنی قرآن فعلی بزرگتر بوده است. از علی ابن ابی طالب شیعه هم که اونجا گفتم کاملا چیز میکنه. ثانیاً در همین روایات اشاره میرود که قرآن دوره دولت یعنی از عثمان به بعد مشمول پاکسازی و تعدیل و حذف و اضافه و تغییرات قرار گرفته، بخصوص زمان حجاج ابن یوسف، اوج امپراتوری اموی، زمان ولید ابن عبدالملک خلیفه که از کاشغر چین تا مرز فرانسه است. بعد از امپراتوری مغول بزرگترین امپراتوری طول تاریخ بشری است. چنین در همین روایت اشاره می رود که قرآن دوره دولت مشمول پاکسازی و تعدیل و حذف و اضافه و تغییر قرار گرفته تا با مقتضیات حیاتی دولت اسلامی که تازه برپا شده بود متناسب باشد و به خدمت منافع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سران آن دولت درآید و آنان را در نابودی دشمنانشان و نیز دشمنان دولت اسلامی کمک نماید. ثالثاً از روایات میتوان فهمید که گذار نمادین یا سمبولیک سلمان فارسی از یقین ساده به اسلام و تسلیم نخستین به شک و خردگرایی بعدها به یقینی از نوع دیگر تبدیل شده که امیرالمومنین ها خود بر زبان آوردند. اون امیرالمومنین دو نفر را اسم میبره در اون دوره خودشون امیرالمومنین، یکی یزید ابن معاویه، یکی ولید ابن عبدالملک که بیدیم به اسلام باور نداشتن، حکومت وسیله حکومت، به طوری که یکی از آن تاکید میکنن، یزید میگه لعبت حاشم ملک و فلا، این شعرش اینه، من دیوان یزید ابن معاویه رم دارم، یزید حاشم نیای بزرگ بنی حاشم به بازی قدرت پرداخت وگرنه نه فرشته‌ای در کار بود و نه آیه‌ای نازل شده، یعنی قرآن ساخته محمد، و ولید ابن عبدالملک خلیفه دیگر اموی چنین تأکید میکرد یکی از هاشمیان به بازی سیاست و خلافت مشغول است در حالی که نه وحی بر او رسیده و نه قرآن. اگر خدایی هست، ولید میگه، بگو مرا از خوردن طعام باز دارد و اگر هست بگو مرا از نوشیدن مانع شود. بله، آخوندان بر علیه ولید اونقدر چیزای مزخرف ساختن، یه اون دانشمند میومد فحش میداد، حتی با برادرش رابطه جنسی داشته تا مکتب آخوندیه، و میگن که یه روز این میگه به جای اینکه من انته بگه، یعنی تو چی هستی، میگه من ننته، اون بعد طرف برمیگرده میگه المنت لله، آخوند ساخته ها، فقط منت از خداست. ولی برمیگرده میگه من شانکه، من شانکه، میگه به جای اینکه بگه کارت چیه، چه کار داری که من رفت رو کنم، میگه ای به چیه، میگه کودکین فلان مرض رو گرفتم فلان، میگه نه امیرالمومنین منظورش اینه، اون میگه خلیفه ای که اینا غلط میگه من دیگه باش حرفی ندارم. اینا همه آخوند ساخته است. برمک رو صدا میکنه از معبد نوبهار بودایی بلخ، بهش میگه که مسلمون شو، من خلیفه مسلمین هستم، نمیتونم یه بودایی رو وزیر کنم، من دنبال آدم های عاقل میکردم برای اداره این امپراتوری. اونا میگه یا امیرالمومنین نمیخوام، با احترام برش میگردونه، نمیکشدش، بودایی هم بوده ها، جز اهل کتاب مسلمین نبوده. رسیدم به اینجا. رابعاً سلمان رشدی رمان نویس
این روایات را نه تصدیق می کند و نه تکذیب، نه تأیید می کند و نه رد، بلکه آنها را به عنوان مواد خام فرهنگی که از گذشته به ما رسیده به کار می گیرد تا آثار ادبیش را بیافریند و تخیل هنریش را با آنها بارور سازد و برخی از رمان‌های خود را از تار و پود آن روایات و پیرامون آنها به همان روال بازسازی کند. سلمان رشدی در رمان خود به مسئله‌ای برخورد کرده است که منتقدان عرب متوجه آن نشدند و من مایلم آن را بدانان، یعنی منتقدان عرب، یادآوری کنم که اگر باز هم در آینده خواستند به او حمله کنند، حملهشان بر اندکی از شناخت و اطلاع بر شناخت و اطلاع مبتنی باشد و نه بر اهمال و تجاهل از یک سو و نخوندن و نیندیشیدن از سوی دیگر. مشکل ترین کار است اندیشیدن، مستقل اندیشیدن. قرآن ادامه میده شاعر یا کاهن بودن پیغمبر را نفی کرده است و ما هو بگو بله این هم آیشه که چیز میکنه. قرآن یک گفته یک شاعر نیست و چه کم ایمان به چه کم ایمان میآورند. اون آیات مکی قرآن که نازل میشد چون حالت شعرگونه داشت گفتن شاعری ظهور کرده. شعر 400 سال قبل از محمد فقط در جامعه عرب ظهور کرد عزیزان. شعر عروضی، شعر از سومر، اولین تمدن دنیا و چین و غیره، هند، زیگودا، گاتها، همهشون به شعرن، هجایین، سیلابیکن. شعر ترکی هم قبلن سیلابیک بود. فضولی خواست قدرت نمایی کنه، لیل مجنون رو به چیز گفت، عروض گفت، مثل نظامی. شعر فارسی هم قبل از اسلامش یک شاعرش رو نمیشناسیم. فیلسوف و اندیشمند و جغرافیدان و مورخ مالش هدیه مدعیانش. اون شعر از بین رفته چون کتابت نشده، هجایی بودن. بعضی شعرهای هجایی در ایران در زبانهای مختلف حاشیه‌ای مثل فرض کنید که اشعار دو بیتی های رباعی نیستن، دو بیتی های بابا طاهر هجایی هم. فاضل دشتستانی، فائز، میگم فاضل، فائز دشتستانی، بله اینا هجایی هم و سیلابیکن به اصطلاح چهار مصرع دیگه ولی رباعی نیستن، در وزن عروضی رباعی نیستن. اینا در ایران ساسانی هم حتما مادرها به طور طبیعی شاعرن ولی چیزی باقی نموند. باز گفته یک کاهن نیست و چه کم به یاد می آورید. اون الحاقه آیه 41 و 42 بود سوره الحاقه. اگر نفی مکرر بدین معناست که محیطی که پیامبر در آن دعوت خیش را مطرح کرده در آغاز او را همچون شاعر و کاهن تلقی کرده است، زیرا شنوندگان او بین آیاتی که پیامبر براشون میخوان از یک طرف و سخن آهنگین کاهنان و شعر عربی قدیم یعنی پیش از اسلام از طرف دیگر شباهت هایی میدید. گفتم نوشته بود دنت ساعت انشق القمر، پیغمبر نوشته اقتربت و ساعت انشق القمر، گفت مال منو باز کنید این 7 درجه از اون به اصطلاح بالاتره، یعنی به شعر
درجه بندی قائل بودن. جاهلیت نبود، اسمیست که اسلام گذاشته، همونجور که ابوالحکم و ابو جهل کرده. اون افراطی های ما هم همین سخن اسلام رو میگیرن، عرب پا برهنه. شعور عرب اونجا بود که به قرآن، در قرآن اومده و یقولون این نهول مجنون، دست جمعی میگفتن دیوانه شده که صدا میشنوه، جبرئیل میبینه. تا کی مقاومت کردن؟ 13 سال در مکه مقاومت کردن. 10 سال که رفته مدینه تا 8 هجری، یعنی 21 سال از 23 سال محمد مکه مقاومت کرد. آخرم دید که منافعشون در اینه، محمد از انجیل و مسیحیت و یهودیت رو گردونده به سمت سنت های عربی و مکه تبدیل به مرکز دنیای اسلام میشه، مسلمون شدن. بعدم خرد عمر بود که جنگ های داخلی رو به فتوحات جهاد خارجی تبدیل کرد و امپراتوری اسلام 86 تا 96 هجری ولید ابن عبدالملک، بزرگترین پهنه تا مرز جنوب فرانسه هم تصرف شد، بعد از مرگ ولید از دست رفت. دنبالی سخن، این که شعر و آهنگ از روزگار کهن با دین و آداب و رسوم و آواز و شعائر به جایگاه اجتماعی آن پیوند ارگانیک و زنده دارد، برای هر کسی که به چنین موضوعات علاقمند است با آنها را پیگیری می کند به خوبی آشناست. عرب هم اونقدر زبانش غنی بود که تونست از شعر هجایی به شعر عروضی را فقط عرب ابداع کرد. 400 سال بعد فارسی ازش پیروی کرد، بعد از مدتی هم ترکی. این است که در رمان رشدی رابطه پیغمبر با شاعران از طریق شخصیت بعل، شاعر بزرگ دوره جاهلیت و حذفگوی نترس و تسخرزن نشان داده می شود که ماهنود در سلمان رشدی چیز میکنه. پس از ورود پیروزمندانه به شهر جاهلیت یعنی مکه، دستور داد سرش را بزنن، حدود از دیوار مکه هم آویزون بشه میکشمش. اونچنان کینه ای ازش. در بخش دوم این بررسی به اهمیت شخصیت بل داشته و نقش و محتوای شخصیت او در این رمان خواهیم پرداخت. عزیزان اینها را جلال العظم میتونه بنویسه، همه نمیتونه. هم به ادبیات جاهلیت مسلطه، هم به رمان مدرن و گاتی و دید علمی. در اینجا همین اشاره میکنم که سلمان رشدی از اینکه از روزگار قدیم بین شعر و نبوت و بین نبوت و شعر اشتباه رخ داده و در نتیجه شاعر با پیامبر و پیامبر با شاعر یکی گرفته شدند، در آفرینش رمان خود از آن سود جسته است. برمیگردم به کاهنان. پس رابطه شاعر با پیامبر رو نشون داد. اشراقی حرف میزنه دیگه، اینجور استدلالی که صحبت نمیکنه. تشبیه نادرستی هم نیست. برمیگردم به کاهنان و سخنان آهنگین آنان. معشوقه جبرائیل فرشته در آیات شیطانی که نامش هلو، مأخوذ از تحلیل و تکبیر یا کاوم است، کوهنوردی است در عرصه جهانی مشهور و از قهرمانانی که به قله هیمالیا صعود کردند. در همین حال سلمان رشدی نام کوهی که محمد یعنی ماهنود از آن صعود می کند تا در خلوت آن به تسکیه نفس و صفای روح برسد و وحی دریافت کند نیز کاوون می نامد. فراموش نکنیم که موسی قبل از او یعنی قبل از محمد
از کوه طور صعود می کرد، چنان که عیسی نیز موعظه مشهور خود را در حالی که بر کوهی ایستاده یا نشسته بود ایراد می کرد. اما واژه کاون با اندکی تصرف مشتق از کاهن است، کاهن، و همچنین کوهین و کوهن، عبری ها یهودی ها کوهن گادول مثلا الاخر. گمان من بر این است که رشدی در فصل نخستین رمان خیش به نحو نمادین و غیر مستقیم سوره های اولیه قرآن را که در مکه نازل شده با سجع و کلام آهنگین کاهنان پیوند می دهد و این کار را با الهام از روایات فراوان و گوناگونی که از دوران قدیم به ما رسیده انجام می دهد. مثل 1. روایتی حاکی از وجود کاهن و پیامبری به نام خالد که قبل از اسلام می زیسته است. راویان اخبار گفتند که یکی از دختران او نزد پیامبر آمد. پیامبر به احترام، چون صندلی و اینا که نداشت اون موقع، عبایش را زیر پای او گسترد، احترام کرده، خیلی مؤدب، برخلاف آخوندهای ما که خود خواهند، هیچ کس از سلام پیشی نمی گرفت و دایروی می نشوند. آخوندها کاملا به شبیهن. بله، راویان اخبار گفتند که یکی از دختران او، خالد، نزد پیامبر محمد آمد. پیامبر به احترام عبایش را زیر پای او گسترد و گفت این دختر پیغمبری است که مردم قدر وی را ندانستند. گفتند وقتی آن دختر سوره اخلاص قل هو الله احد را شنید گفت پدرم این سوره را خوانده است. بله، تاریخ مفصل اعراب قبل از اسلام، بیروت 1970. مرسی. 2. مسیلمه که پیغمبر بهش کذاب لقب داد. اول ایمان آورد، بعد او رفت خودش گفت آقا همش منم مثلشو میارم، مسخره هم میکرد گاه آیاتی که آورد. پیش از آن که ادعای نبوت کند کاهن و فالبین بود و جملات مسجع یعنی وزندار مثل گلستان سعدی و آهنگین می ساخت و در کوچه و بازارهایی که خانه های اعراب و غیر اعراب در اطراف آن قرار داشت می گشت و به هر کس که مایل بود سحر و جادو و تاله شناسی و پیشگویی می آموخت. گفتند که او را رحمان می نامیدند. بسم الله الرحمن الرحیم. و اینکه قریشیان زمانی بسم الله الرحمن الرحیم را شنیدند، یکی از ایشان گفت دهانت بسته باد که این صرفاً یادآور مسیلمه رحمان اهل یمامه است که پیغمبر میگه. و گفتند مسیلمه مردم را به عبادت رحمان فرا میخوان. میبخشه دیگه، قاسم الجبارین نیست، در حالی که خودش را رحمان معرفی می‌کرد. بنابراین او به رحمان یمام، به او رحمان یمامه می‌گفتند تا از رحمان خدای آسمان به اصطلاح و زمین جدا بشه. وی در مکه شهرتی به هم زده بود و لذا زمانی که وحی بر رسول خدا نازل شد اهالی مکه گفتند دانسته های خود را از رحمان یمامه گرفته است و به پیامبر گفتند ما شنیده این مردی از یمامه، اهل یمامه، که او را رحمان میگویند اینها را به تو یاد میدهد و ما هرگز به او یعنی خدای او ایمان نخواهیم آورد. باز همونجا یعنی کتاب تاریخ مفصل اعراب قبل از اسلام.
اینا را باز جلال الاعظم احاطه داره. مثلا حوصله حیرت انگیزی داشته زنده. سه، سوره های نخستین قرآن که در مکه نازل شده سرشار از سوگندهایی است به همان روال که کاهنان شبه جزیره عربستان در آن روزگار، یعنی قبل از اسلام، سخنان مسجع و آهنگین می گفتند. به عبارت دیگر آیاتی مانند و نازعاتو الی آخر خرگاه، بله، سوگند به فرشتگان که جان کافران را به سختی می ستانند، سوگند به فرشتگانی که جان اهل ایمان را به نرمی می گیرند و سوگند به فرشتگانی که شناکنان هبوط می کنند، میرن آسمان مثل اینکه آب دیگه، و سوگند به فرشتگان پیشتاز، به فرشتگانی که کارسازند به فرمان حق به تدبیر نظام خلق می کوشند. باز دنبالش اینها را از سیرت النبویه نقل کرده، منم دارم، ابن هشام، شرح زندگانی پیامبر اسلام. نه، این به کوشش مصطفی سقاست، بله، چاپ حلبی مصر باهره، مال من چاپ عربستانه. بهترین کتابش که 1027 صفحه است راجع به زندگی پیغمبر نوشته شد. سوگند به فرشتگان پیاپی و تندباد سخت و سوگند به بادهای پراکنده ساز، یعنی ابرها، و جدا سازان حق و باطل، یعنی سوگند به جدا سازان حق و باطل و سوگند به فرشتگان وحیاور. اینها همه نشان میدهند که مخاطب این نوع گفتار گوشها و ذهنهایی است که با چنین سج و آهنگ موسیقی آشناست و با چنین شیوهی از گونه کردن، تأثیر نهادن و جذب کردن و به ویژه از طریق سوگندهای غلیظ به پدیده های طبیعت الفت ذهنی دارن. شعر عرب، اضافه میکنم، فقط از ماویه است که شعر سیاسی میشه. سیره ابن اسحاق، کتاب تاریخی نوشته ابن اسحاق و بعد از او سیره ابن هشام، قطعاتی از کلمات آهنگین و مسجع دو کاهن عرب به نامهای سطیح و شق را نقل کردند. آنها خطاب به پادشاه یمن به نحو زیر سخن میگویند: قسم به بامداد، سخنان اون کاهن هاست این قرآن، قسم به تاریکی آغاز شب، قسم به صبح آنگاه که کامل شود، که آنچه به تو خبر داده هم درست است. مقایسه کنید این را با آیه های از قرآن سوره انشاق، آیات 16 تا 18. پس سوگند میخورم به شفق و به شب و آنچه گرد آورد، و سوگند به ماه چون کامل گردد، که شما از حالی به حال دیگر درآیید. یا با این آیات از سوره بلد، لا اقسم به هذا البلد، آیات 1 تا 3، سوگند به این شهر میخورم، یعنی مکه، و تو یک چند در این شهر حکم روای مطلق و دست گشاده ای، و سوگند به پدر و آن فرزندی که از او پدید آورده است. و همچنین جملات آهنگیر زیر، بله، اینا هم از عرب هستن. سوگند به مارهای بیزهر، بیزهری که بین دو سر زمین پوشیده از سنگ سیاه هست، که حبشه‌ای ها به سرزمین شما فرود خواهند آمد و از آیین و از ابین تا جرش را تسخیر خواهند کرد.
مقایسه شود با آیات 15 تا 18 سوره تکویر. پس سوگند میخورم به اختران بازگردنده. فکر میکنه اختران باز میگردن دیگه، یعنی زمین مرکزه ثابت وایستاده. سیارگان پنهان رونده و سوگند به شب چون برود و سوگند به صبح چون بدمد. و همچنین گفتار زیر از همان کاهن. بلکه لحظه ای در پس از آن گویی بیش از شخصیت یا 70 سال از زمان می گذرد. سپس می کشند و از آنجا راه سپس می کشند می کشند و از آنجا راه فرار در پیش می گیرند. می کشند باید درست باشه. بله. مقایسه کنید با آیه 23-25 سوره تکویر. به راستی او یعنی جبرئیل را در افق آشکارا دیده است پیغمبر اسلام و او در گزاردن وحی غیبی بخیل نیست و آن سخنان شیطان معن مطرود نیست. این آیات شیطانی قاطی نشده یعنی. یا سوره متففین آیات 7-8-10-11. چنین نیست، البته روز قیامت بدکاران با نامه اعمال سیاهشان در عذاب دوزخند و چگونه به حقیقت دوزخ آگاهی توانی شد. وای به حال منکران. میترسونه دیگه. ترس مادر تمام خدایان است. لوکریتوس. آنان که روز جزا را دروغ مینامند. همچنین کبوتری را دیدم که از تاریکی سر برآورد، در باغی پر از جانوران درنده افتاد و طعمه آنان شد. مقایسه شود با آیات 1-3 سوره واقعه. چون واقعه بزرگ یعنی قیامت واقع شود، در وقوع آن دروغی نیست. هم فرود آرنده کافران است و هم فرادارنده مؤمنان. یا آیه 33-36 سوره نجم. آیا کسی که رویگردان شد نگریسته ای که اندکی بخشید و باز ایستاد؟ آیا نزد او علم غیب است و او حقایق را نزد او علم غیب است و او حقایق را میبیند؟ یا از آنچه در صحیفه های موسی است آگاهش نکردند؟ تا اینجا رسیدم. البته در قرآن آیات زیادی هست که پیغمبر غیب را نمی داند و من اونا را بار بعد خواهم خوند. و البته مسیلمه کذاب هم چنان که اشاره کردم در صفحات بعد خواهد اومد، قرآن رو مسخره میکرد، بر همون وزن میخوند جملاتی میساخت که معنا نداشت و میخواست نشون بده که حرفای قرآن هم قاطی هست. ممنون از عزیزان، شب و روز عزیزان بخیر. عذر میخوام از ضعف انترنت که تصویر خودم غایبه. ممنون. تلویزیون می را یاری کنید.